سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحثمون. ما رسیدیم به جایی که اومدیم دقیقا محصولات رو داخل سبد خریدمون ذخیره کردیم، اما محصولات رو چجوری نشون بدیم؟ میخوام اون سبد خرید رو نشون بدیم. ما الان این محصولات رو میبینیم، به سبد خریدم اضافهش میکنیم، میره تو سبد خریدم ذخیره میشه، اما صد خرید رو نشون نمیده. خب ما توی کنترلرمون توی شاپ یه چیزی داشتیم به نام گت کارت، اگه اشتباه نکنم این هاشش. ما باید اینو درست بکنیم. خب این میره ریکوست یوزر گت کارت. خب پس باید یه گت کارتی من توی مدلم داشته باشم، یعنی توی مدل یوزر من باید یه گت کارت هم تعریف کنم. اینجا چی تعریف کردم؟ اد تو کارت، یه دون تعریف میکنم گت کارت توی مدلم. خب میگم get card. خب اول بریم بگید که توی سبد خرید چی داره ذخیره میشه. ما توی سبد خریدمون خود محصول رو ذخیره نمی کنیم، آیدی محصول رو داریم ذخیره می کنیم با کوانتیتیش. پس بعد چی کار بکنم؟ من باید به یه نحوی این سبد خرید رو که اینجا دارم، خب من به این سبد خریدم بچا اینجا دسترسی دارم، خیلی ساده میتونم بنویسم this.cart، این میشه سبد خریدم. اما سبد خرید من آیدی توش داره با کوانتیتی. من میخوام به جای آیدی خود محصول، مشخصات محصول رو داشته باشم. پس چیکار میکنم؟ اول میام این آیدی ها رو استخراج میکنم از توی سبد خرید. یه سبد خرید دارم، یه مجموعه آیدی، آیدی هاشو میکشم بیرون. بعد اون آیدیا رو میبرم توی لیست محصولات پروداکت، مشخصات محصول رو میگیرم، تو استپ بعدی کوانتیتی رو بهش اضافه میکنم. بس سه تا مرحله کار میخوایم انجام بدیم. خب طبیعتا اول باید به دیتابیسمون وصل بشیم، const db get db. خب تو استپ بعدی باید بریم لیست آیدیای محصولی که تو سبد خرید هست رو بکشیم بیرون، const product یا product IDs اینجوری بنویسیم، مساوی میگم برو توی سبد خریدم، برو تو آیتم هم یه مپ بزن توش، بذار هر آیتم ریترن کن چی؟ اون آیدیشو فقط، دقیقا چیزی که اینجا هست اینو. خب مپ به من یک آرایه برمیگردونه، آرایه ای از آیدی هایی که ریخته شده داخل این، درسته؟ خب حالا تو استپ بعدی باید چیکار کنیم؟ تو استپ بعدی من الان آرایه ای از محصولات رو دارم، این آرایه از محصولات رو باید ببرم توی در حقیقت دیتابیس محصولاتم، مشخصات محصولات رو بگیرم. خب پس بیام اینجا میگم ریترن کن از این گت کارت، قراره چی ریتن کنیم؟ میگم برو تو دیتابیس دات، برو تو کالکشن پروداکت، من یک کالکشن دارم به نام پروداکت. خب میگم برو تو این کالکشن، بگرد تو این کالکشن، خب هرچی آیدی داخل این آیدیا بود، این دستورات خود مونگودی بیه بچه ها، این دو نقطه پروداکت آیدیز، میگم برو توی کالکشن پروداکت هر محصولی که آیدیش تو این بود و برای من برگردم. خب بعد میام چیکار میکنم؟ اینو تبدیل میکنم به یک آرایه با دستور تو اری، تبدیلش میکنم به آرایه. خب من آیدیا رو کشیدم بیرون از سبد خرید، رفتم تو کالکشن پروداکت، پروداکتاش هم در آوردم. استه بعدی باید چیکار کنیم؟ باید این کوانتیتی رو گوش اینا، این کوانتیتی رو هم بهش اضافه کنم به مشخصات محصول. پس میام چیکار میکنم؟ دوباره میگم دن، خب میگم من الان چی دارم؟ یه لیستی از محصولات دارم، درسته؟ حالا اینجا جالب میشه، من یه لیستی از محصولات الان دارم، محصولاتی که تو سبد خریدم بودم ولی کوانتیتیش مشخص نیست هنوز.
میگم ریترن کن. خب چی ریترن بکنه؟ میگم برو تو این پروداکته، لیست محصولاته، مپ بزن به ازای هر پروداکت، ریترن بکن اون پروداکت رو، اسپرد اپراتور اینجا تیکه تیکش میکنم، مشخصاتش رو میریزم اینجا هر چی هست. خب میخوام بهش یه کوانتیتی اضافه کنم، پس یه کوانتیتی میخوام بهش اضافه کنم. کوانتیتی رو قرار از کجا بیارم؟ میگم برو تو سبد خریدم، برو تو آیتمش بگرد، هر آیتمی که برگردون، هر آیتمی که پروداکت آیدیش است، تو استرینگش هم میکنم، برابر بود با اون پروداکتی که من قبلا درآوردم، دات اندرسکور آیدی، اینم دات تو استرینگ. چه اتفاقی الان میفته بچه‌ها؟ من اینجا لیست محصولات رو در آوردم، لیست محصولات رو از توی دیتابیس محصولات در آوردم، محصولاتی که سبد خریده ولی کوانتیتی نداره. حالا میگم به ازای تک تک محصولات برو تو سبد خریدم، اون محصول رو برگردون. من کل محصول رو نمیخوام، چیشو میخوام؟ کوانتیتیشو میخوام. الان این یه تیکه کوانتیتی و محصول رو به من برمیگردونه، میندازه داخل این. بعد کل اینم محصولات رو با کوانتیتی به این برمیگردونم. یه ذره چیز عجیب غریبی شد ولی اوکیه. خب حالا تا اینجا قضیه، ما لیست محصولات و کوانتیتی رو در آوردیم، کافیه که فقط اینو بدیمش به ویومون نمایش بده. میام توی در حقیقت میام توی کنترلر گت کارت. خب request.user.getCard بعد then، خب اینجا شو دیگه لازم نداریم، یه تیکر لازم نداریم. then این هم لازم نداریم البته. خب من گت کارتو که بدم یه لیستی از محصولات به من برمیگردون، درسته؟ فقط کافی لیست محصولاتو بدمش به کی؟ بدمش به ویو، همین. بقیهش هم اوکیه. اینم بذار یه چیز اینجا زیاده، بذار من چک کنم. بکنم همین کافیه. آره اوکیه، دارم دونه دونه چک میکنم. خب پس ویوم گرفت، حالا برم تو ویو. کو ویو؟ ویو اینا آشش، ویو کارت اینجا قرار نمایشش بدم. خب اینجا بیاییم بریم چیا داریم. اینا که هیچی، اینا هیچی هیچی. بذار هر محصول، محصول تایتلش رو نشون بده، کوانتیتیش اینو دیگه نداره، خود محصول مستقیما یه اتریبیوت داره به نام کوانتیتی. این هم میشه اندرسکور آیدی و فکر کنم کفایت کنه. خب روتش هم بعد درست کنیم، روت هم کو این گت کارت رو آن کامنت کنیم. خب بینیم چک کنیم. بریم یه محصول سومی هم اضافه کنیم تو صفحه خرید، اضافه کنیم ببینیم اینجا نشونش میده. خب بیام توی اد پروداکت، من یه محصول سومی هم اضافه کنم، 25 ممیز 36 مثلا. خب محصول سوم اضافه شد، سبد خرید اضافه کنم، برم توی پروداکت اینو اضافه کنم، سبد خرید
خب این داره میچرخه. ببین تو ساعت خرید محصول سوم اضافه شد، ولی یه باگی وجود داره. این نباید همینجوری بچرخه، این باید مثلا بره تو صفحه خرید، مثلا بره تو صفحه خرید مثلا. اینو بذار درستش بکنیم. خیلی ساده میشه مشکل رو حل کرد. میایم توی کنترلرمون، شاپمون، اونجا که داریم دو 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 کجا بودیش، پست کارت من انجام میدیم، داریم توی صدا خریدمون اینجا، اینجا که محصول رو اد میکنیم، به جای ریترن کردن این که هیچ دردمون نمیخوره، بگیم برو ریدایرکت شو، response.redirect/cart. مشکل رو حل میکنه. اجازه بدید الان صدا خرید من این یه دونه است، بذار بکنمش دو تا سومی رو، این بعد برای یه صدا خرید. بله اوکیشت. یا اینکه میتونید اینو از اینجا بردارید بذارید اینجا، فکر کنم بهتر بود. پس این ریترن شما می نویسم، این کنسول لاگ هم دیگه بردارید ولش کنید، از کمتر کنسول لاگ داشته باشیم بهتر، و فقط ریدایرکت بکنه. خب برای این جلسه کافیه بچه ها، بریم بیام ادامه جلسه بعدی انجام بدیم.